اتفاقی که افتاد ببینی و قضاوت کن. نترس تو منطقه جدید، بعضی میترسن پنالتی بگیرن یا فول بگیرن. اگر این کار رو هر کی انجام بده، من میخوام بگم حتی همون بازیکن روبرو تاییدش میکنه، ولی اگر بترسه میخورنش. خب دمه آقای صالحی بسید شما، بچه آرزو سلامتی میکنم. بله، من از همینجا آرزو سلامتی واسه خودشون و واسه حسین آقاشون. آقای صالحی اونشون هم کسالت دارن و یه خاطره دارم، من اولین کارتی که گرفتم از خود همین آقای صالحی بود. گفتم آقای صالحی چرا به من کارت دادی؟ گفت تو چون که بچه معلم بودی من اول به تو دادم که بقیه حواسشون جمع باشه. یعنی خاطره من، یعنی دو دفعه من میدونم که تو ایشون داوری من، یعنی بازی ما رو کردن، دو دفعش هم من ایشون کارت زرد گرفتم، قرمز نه. ولی گفتم آقای صالحی چرا آخه به ما دادی؟ گفت به خاطر اینکه تو بچه محل من بودی بقیه حواسشون جمع باشه. گفتم دست شما درد نکنه. بعد این سال این شما که برگشتید استقلال، اون اختلاف با مراغچیان باعث که برید، آقای مراغچیان بود استقلال دیگه؟ نه دیگه، آقای مراغچیان دیگه رفتن. از دیگه اصلا کلا شما آمد ایشون رفتن، اصلا همزمان با هم دوباره نبودید توی تیم. خب من بچه‌ها آقای مراغچیان رو میگم چون شما صحبت کردید، آره زمینای کس خوش بر نداشون زمینا رو که. نه اون زمین خودش گره. خودش گره، ما خب بله. شما به همین قرار کردید دیگه. به خاطر این مسئله که گفتیم چرا این زمین که مال شما که نبوده، دولت می‌خواسته بده به ورزشگاه، اکثر ورزشگاه هم گرفتن، چرا به بقیه نیاوردیم بدیم؟ به خاطر این مسئله. بعد سال 70 هم بریم سراغ سال 70 تساوی تیم سال 70 تون که در آسیا شما موفق به کسب افتخار شدید. صحبت می‌کنید در مورد اون تیم؟ جام باشگاه آسیا. آره. بله. اون سالم یعنی یکی از بهترین تیم‌ها بودیم ما، چون کادرمون هم خیلی قوی بود. آقای منصور پوریدری بود، آقای پرویز مزرونی بودن و مدیر باشگاهمون هم آقای اولیایی بودن. هیئت مدیره بسیار قوی داشتیم ما و با کمترین امکانات. یعنی من یادم بعد از که ما جام باشگاه آسیا قهرمان شدیم، حتی اضافه بارشون هم باشگاه هزینه نمیتونست بکنه، یعنی گفته بود خودشون بدیم. و بعد از اون جامی که ما آوردیم یکی یه خط تلفن دادن 130 تومن پاداش اون جام بود. میگم با کمترین امکانات بهترین مقام‌ها رو ما تو اون سالا آوردیم. و بازی استقلال پرسپولیس سال 70 که حتی بازی تصویرش خیلی کم پخش شد، پخش مستقیم نشد اون. درسته. موقع بریم سراغ این بازی هم، در مورد بازی هم صحبت بکنم. بکنید لطفا. سال دو هیچه کنم همین بازی. آره همین بازی. آره دیگه. این گل اول مرفوعی زد. درسته. و اینجا من توپ رو گرفتم، صادق برمرزیاد. بله خوب استقلال به پرسپولیس گل میزد صادق برمرزیاد. بله میگم اون سال شرایط تیم فوق‌العاده بود، یعنی هم تو خط دفاع، هم تو خط هافک، هم تو خط فوروارد. بعد بازی شما چند تا موقعیت خودت از دست دادی؟ این توپ الان پریده. آه. اصلا نمیشه بگی موقعیت، اگه زمین بود من راحت میکردم تو دروازه. و این توپ هم که خوب زدی. اما زدیم خود تو کمر با تمام وجود زدیم. بعد بازی هم بله اومدیم علی آقا، خوب مربی تیم ملی بود، پیشکسوت بود، بزرگ بود و به احترامشون بعد از بازی که ما بردیم اومدیم خسته نباشی بهشون گفتیم و گفتیم اگر بردیمتون ببخشیدم دیگه. اما خب اختلاف همین با آقای مرغشان گوشی که با آقای قلعه نمیزم، اختلافش الان گوشی کنار یه زمان. نه آقای قلعه نوعی مشکل با آقای قلعه نوعی نداشتیم. میگم سعید مرغشان، آقای قلعه نوعی هم از دوستان خوب من بود و اون موقع هم که ما با هم بازی میکردیم صمیمی بودیم، حتی رفت آمد خانوادگی داشتیم. من یه مقدار که دلخور بودم آقای قلعه نوعی که مثلا چیز بود، چون که آقای قلعه نوعی واقعی که اومد سرمربی، من 17 ما تو تیمای پایه‌ای بودم دیگه. بله. دوران خود آقای دکتر فتح‌الله زاده که ایشون مدیر عامل بود، من باز 17 ما اونجا بودم که بعدش که من اومدم آقای غریب شد، آقای فتح‌الله زاده رفتن و آقای غریب بود و هیچ امکاناتی به تیمای پایه ما ندادن و من بدون هیچ چشتاشی، یعنی نه حقوقی من گرفتم، نه قراردادم، پول قراردادمو بهم دادن،
به خاطر یه مقدار دلخور شدم از امیر قلعه‌نویی، خودش هم میدونه به خاطر این مسئله. و اگرم چند دفعه انتقاد کردم به خاطر مسائلی بود که رو نیمکت بود، چون ما بالاخره الان دیگه خیلی آدم ها نمیدونستن من کیم، یه سری جوانایی که الان تو فوتبال هستن، من سال 1355 تو تیم استقلال بودم و جزء قدیمی های این تیم هستم. یه سری آدم هایی که یه سال اومده بودن بغل آقای قلعه‌نویی، اومده بودن به عنوان کمک مربی و مربی و وقتی من میگم مثلا تیم استقلال انتقاد نمی کنیم، ما انتقاد سازنده داشتیم میکنیم، ایشون میگو مثلا تو فوتبال نیستی و نمیدونم. من دلخورم از امیر بوده که امیر چرا اصلا اجازه میده این آدمو بیان بغلش بشینن. این قبول دهه 60 خودشون هم اینجوری قدر خودشون رو ندونستن. نه ببینید، خب میگم شرایط فرق بود. شرایط اون موقع با الان اصلا زمین تا آسمون فرق داشت. اون موقع تمام موقعی که فوتبالیست گذاشتن کنار، یه سری آدماشون اصلا بیکار بودن، پولی خب نداشتن. خب بله، یه سریشون قدر خودشون نداشتن، نمیدونستن و یه سری هم میخواستن بیان، علاقمند بودن ولی راه بهشون نمیدادن. اینا همش دست به دست هم داد که این مشکلات پیش اومد. بله، خیلی ممنون آقای شارخبین، خیلی خوشحال شدم که در خدمت اگه صحبتی دارید. نه جا داره از شما تشکر کنم که من به شما تو برنامه‌تون اومدم، پیش تو برنامه‌تون که خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. یادی از قدیم بکنیم. مرسی، بریم لیگ یک رو ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود. نگاه میکنیم به هفته ششم مسابقات دسته اول از بازی شهرداری ارک و سایپای شمال از گروه 1 که 1-1 مساوی به اتمام رسید. شروع میکنیم، صابر میرقربانی و بعد حامد سلیمانی برای دو تیم گل زدن. پیروزی شهرداری بندرعباس در مقابل پیام مخابرات شیراز با گلی که مطوری میزنه. این هم بازی اتکا در مقابل پارسه تهران. سرانجام پارسه در زمین رقبا هم شکست رو پذیرفت. دو گل اول رو صنعتی و بعد نظرزاده وارد دروازه پارسه تهران کردن و بعد که گل‌های زیبای لیگ دسته اول رو توسط احسان تاییدی برای اتکا شاهد بودیم. 3-0 پارسه باخت. ایران جوان بهترین نتیجه در این هفته گرفت و 4-0 مثل رفسنجان رو مغلوب کرد. گل اول رو مهدی چاه کوتاه زاده زد و بعد از اون نوبت به حسین خسروی رسید که 3 بار دیگر دروازه مثل رفسنجانی رو باز کنه که در این مسابقه دو بازیکنش هم اخراج شدن و شکست سختی خورد. و این هم گل‌های حسین خسروی برای ایران جوان. تساوی فولاد یزد در مقابل استیلازینی که اتفاقات عجیب و غریبی براش افتاده و 12 امتیاز ازش کم شده. این بازی بدون گل مساوی به اتمام رسید. و گسترش فولاد تبریز موفق شد در زمین خودش با 1 گل که مصطفی چتراگون زد تیم صنعت ساری رو شکست بده و کمی به وضعیت خودش سر و سامون بده در انتهای جدول. پیروزی تیم صدرنشین پیکان در مقابل یکی از رقبای شاخص خودش ابو مسلم با 1 گل که سن آرن زد. یه تیم قلدر خوبی رو بردیم، بچه‌ها زحمت کشتن علی رغم اینکه دقایق نیمه دوم 35 دقیقه رو ما 10 نفره بودیم، ولی خب بچه‌ها خوب نت، بچه‌ها زحمت می‌کشن، همه چی دست به دست داده که انشالله بتونیم نتایج خوبی رقم بزنیم. بازی بد نبود، البته خب کیفیت بد زمین مقداری از اون چیزی که لازم بود کاسته بود و دوتا تیم برای دوتا تیم هم بود، نتونستن بازی که لازم باشه انجام بده. ولی من حیث مجموع بازی خوب بود، درگیری زیاد داشت، فرصت هم برای دوتا تیم داشتن و پیکان نتیجه رو برد. و جدول گروه 1، پیکان با 16 امتیاز و اختلاف زیادی نسبتاً با تیم دوم در صدر شهرداری عراق، به تنهایی با 11 امتیاز تیم دوم جدول. بعد اتکا و شهرداری بندرعباس هستن که تیم‌های سوم و چهارم هستن و متعاقبشون ایران جوان بوشهر و فولاد یزد با 9 امتیاز، تیم بعدی ابو مسلمه که 8 امتیاز داره و بعد 3 تیم سایپای شمال، گسترش فولاد تبریز و پارسه تهران تیم‌های 6 امتیازی جدول هستن. صنعت ساری، پیام مخابرات شیراز و مثل رفسنجان و استیلازین هم با 12 امتیازی که ازش کسر شده با امتیاز عجیب منفی 1 قرنشین این گروه هست. و گروه دوم، تساوی گهر زاگرس در مقابل نفت مسجد سلیمان. محمد قاسمی نژاد برای گهر ابتدا دروازه نفت رو باز کرد، اما در همون نیمه اول اسماعیل علی شیرازی مدافع گلزن نفت بازی رو 1-1 مساوی کرد، نتیجه که تا پایان باقی موند. پیروزی نساجی که حالا داره مدعی میشه در مقابل شهرداری یاسوج با 1 گل که به این شکل توسط
احسان عبدی زده شد.